برازیل. یک هنرمند در ریو دی جنیرو برازیل زمانی با موسیقی رو آورد که از محصولات کدو و بامبو آلات موسیقی را با کار دست ساخت. اندریدی 20 سال قبل آلات موسیقی مثل درام و فلوت را طراحی نموده بود. وی کدو و بامبو را کشت می کند و سپس این ابزار را طراحی می نماید. اکنون این هنرپیشه توله و ساکسفون و دیگر ابزار موسیقی را نیز طراحی نموده است که مورد توجه بیشتر سیاحین قرار گرفته است. آمریکا. گروهی با صنعت دستی از پایپ‌های پلاستیکی مثل پایپ سیروم اشیای مختلف رنگارنگ را می‌بافند. مایکل طراح این صنعت در ابتدا با دخترش به این هنر آغاز کرد که مورد توجه اکثر کسان قرار گرفت و گسترش یافت. این طراح اکنون مالک یک شرکت چند میلیون دلاری می باشد که آخرین طرحش یک بازیچه اطفال به شکل کمان رستم است که تا حال به تعداد 8 میلیون واحد آن به فروش رسیده است. چین. نخستین جشنواره هنری تنکا با نمایشات 200 قطعه هنر صنعت دستی در لحاس و مرکز تبت چین برگزار شد. در این نمایش پارچه های هنری نقاشی و گلدوزی در 11 غرفه به نمایش گذاشته شده بود. این آثار نقاشی بودایی های تبتی است که از 1300 سال قبل قدمت دارد. بزرگترین قطعه تنگا به اندازه 10200 متر مربع بزرگ است که در نمایشگاه سال گذشته نشان داده شد. اندونزیا. ورزشکاران طی یک جشنواره سالانه مهارت‌های خود را در بازی پارکور در جاکارتا پایتخت اندونزیا به نمایش گذاشتند. این نمایشات در یک فضای باز موزیم ملی برگزار شد که توجه تعداد زیاد بازدیدکنندگان را جلب نمود. گرچه این بازی‌ها دشوار و پرخطر است، اما در شهرهای مهم از جمله جاکارتا حداقل 1500 علاقمند دارد.